المحلای ابن حزم از علماء بزرگ جماعت عمریه هست، جلد 11 صفحه 224 روایت کرده ان ابا بکر و عمر و عثمان و طلحه و سعد بن ابي وقاص بعد میگه رضی الله عنهم، یعنی چی؟ ابو بکر، عمر، عثمان، طلحه، سعد بن ابي وقاص، اینها رضی الله عنهم، خدا از اینا راضی باشه، اینا چیکار کردن که خدا از اینا راضی باشه؟ ارادوا قتل النبي صلى الله عليه واله وسلم، اینها دیگه کاری نکردن، ارادوا قتل النبي صلى الله عليه واله وسلم، اینا خواستن پیغمبر اکرم صلى الله عليه واله وسلم رو بکشن. این که گناهی نیست، آدم پیغمبر خدا حضرت سید المرسلین صلى الله عليه واله وسلم رو به شهادت برسونه، فقط این کارشان. ارادوا قتل النبي والقاءه من العقبه صلى الله عليه واله وسلم، که ایشان رو از عقبه یعنی از اون گردنه کوه به دره بیندازن که شهید بشه حضرت. فی تبوک، در غزوه تبوک این کار را بکنه. ایشون خودش روایت کرده، بعد میگه این حدیث حدیث درست نیست، میگه چون از طریق ولید ابن جمیع، ولید ابن جمیع، اما مشکل اینه ولید ابن جمیع ثقه هست، ولید ابن جمیع صدوق ثقه هست، همانطوری که در ابن حجر در تهذیب التهذیب گفته، ابن حزم این روایت رو نقل میکنه، میگه این حدیث دروغه، به خاطرش میگه از طریق ولید ابن جمیع، اما مشکل اینه ولید ابن جمیع صدوق، ابن حجر در تهذیب و تهذیب گفته ایشان راستگو هست و مورد اعتماد و ثقه هست، لذا حدیث صحیحه. ابو بکر، عمر، عثمان، طلحه، اینا همه ایشان دست هم کرده بودن که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را به شهادت برسانن، و خداوند متعال اینا در قرآن کریم هم به آن اشاره کرده که يحلفون بالله، سوره توبه آیه 14، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد اسلامهم وهموا بما لم ينالوا، اینها به خدا قسم میخورن که ما این کار را انجام ندادیم، ما نه میخواستیم رسول خدا صلی الله علیه و سلم را بکشیم، اما اینها کلمه کفر گفتن. کلمه کفر اینا چی بود؟ وقتی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم میخواست امیرالمؤمنین علیه السلام را به عنوان جانشین خود معین بکنه، ابوبکر و عمر و عثمان اینها در یک خیمه نشسته بودن، اینها بین خود حرف میزدن، میگفتن ولو این ایشان را به عنوان جانشین خود تعیین بکنن، ما اجازه نمیدیم که حکومت و خلافت به امیرالمؤمنین علیه السلام برسه. از اونجا مقداد گذشت، یا عمار یاسر، عظم عمار یاسر از کنار خیمه گذشت، شنید این حرف اینا را، نگاه کرد با اومد بدون خیمه، گفت نا مردا، این حرفی چی بود که شما گفتین که ولو این که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم امیرالمؤمنین علیه السلام را جانشین خود معین بکنه شما اجازه نمیدین، من مینو حرف شما را به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم میرسانم. اونها گفتن نه عمار، آبروی ما را نبر، آبرو عمار بیا اینجا بشین، خواستن عمار را خلاص راضی بکنن، عمار راضی نشد، گفت من میگم به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. اونها گفتن برو بگو، من پدر زن رسول خدا هستم، این عمرم پدر زن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، این عثمانم فلانه هست، این طلحه این کاره هست، ما میگم اونجا قسم یاد میکنیم، تو دروغ میگی، به ما دروغ میگی. عمار گفت من از قسم شما نمیترسم، من اون چرا که دیدم به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم میگم. این عمار آمد به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم عرض کرد که اینا همچین چیزی گفتن، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اینها را خواست، اینها را خواستند و گفتن شما جماعت اینو گفتین. عمار گفتن نه به خدا، به قرآن، به پیغمبر، به کعبه، ما همچین چیزی نگفتیم، به عظمت خدا، همه گیشم قسم یاد کردن. آیه اینه، يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وهموا بما لم ينالوا، اینها به خدا قسم میخورن که ما هر این حرف نزدیم اما کلمه کفر را گفتن، هموا بما لم ينالوا، اون قسمت آیه اشاره به جریان عقبه تبوک هست که اینا همشان این بود، نیتشان این بود که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را شهید بکنن اما نتانستن. که ابن حازم خودش از علمای اینها جلد 11 بود صفحه چند؟ 94 ظاهرن، صفحه 224، جلی از صفحه 224 اونجا روایت کرده در محلای خود که بله ما این روایت رو داریم که ابو بکر و عمر و عثمان و طلحه و اینها خواستن پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم را بکشن اما موفق نشدن.